کردن. به نام خدا، مرضیه نظری هستم و خوشبختانه امروز با همکاری آرمان شهر تانستم که حرف دل خود من توسط بسیار توسط نقاشی و مینیاتوری بیان میکنه، حرفی که شاید حرف دل بسیاری از خانمای دیگه سرزمینم باشه. همین رقم که میفهمین گاهی تصویر خیلی گویاتر از سخن است. این نقاشی ها بیانگر وضعیت کنونی زنای افغان هستند، زنایی که لباس های رنگی دارند اما دنیای افسرده و سیاهی دارند، زنانی که به جرم پوشیدن یک لباس رنگی گلگلی شاید خیلی استهزا میشن و همون قسمی که خانم سیما سمرم بیان کردن شاید مورد خیلی از آقایان در موردشون تبصرهای خیلی اشتباهی داشته باشن پیش و شاید دیدن همین رقص رنگ ها بوده که باعث شد من چنین یک نمایشگاهی در ذهنم روش کنم و در آخری که آرزو میکنم روزی برسه که سرنوشتی مثل سرنوشت فرخنده ها و رخشانه ها را در این سرزمین نداشته باشم. تشکر. خب دوستان عزیز، خواهش میکنم که تشریف ببرین، از نمایشگاه حتما دیدن کنین، برای از اینکه یک نوعی دیگر دیدن به سرنوشت و وضعیت زنان در افغانستان باشه. موفق باشین. بپذیره یا هرچند که برداشت می شد که از آدرس علمای این مسئله مطرح شود و روی این گفتگو شد با مرجع روحانیت، به نظر من نقص کار اینم اینجاست که زن افغانستان انتظارش این است که از عینک روحانیت باید به آزادی برسه. متاسفانه خطای بسیار استراتژیک و کلیدی و بنیادی است. من تجربه های زیادی را برای آزادی زنان در برخی از کشورها بررسی کردم. باورم ایست که تا زن افغانستان خودش مرجعی برای معرفتی ارائه حقش هم از لحاظ دین هم از لحاظ سیاسی نشه، از اینه که مردان افغانستان به او آزادی قطعا نمیرسند. و میخوام بگم که خطای بسیار استراتژیک و بنیادین هست که شما میرین از یک مرجع مرتجع متاسفانه انتظار آزادی رو میکنین. اونها اگر واقعا حرفی برای گفتن میداشتن، اما جوهر و گوهر معرفت دین را در برابر انسان و آزادی انسان قرار میدادن، پیش از اینکه صدای شما برای صدای اونها صدای نفی و انتقادشان بلند میشد. یعنی دوباره رفتن در واقع تضمین کرد.